فصل 13 پارادوز شهر لعل. صدا چنان بر دلش اثر کرد که پایش از حرکت باز ماند. سر راست کرد و به طرف اطراف می نگریست که این ناله چیست و از کجاست. ناگاه دهنه 400 پایین تر از دکان جواهره. چشمش به دکان پاره به دکان پارادوز افتاد که همه آلات و وسایل دکان از طلا و جواهر است و پیرمرد محاسن سفید در دکان نشسته. یکی پیری چو یک مشت خمیری، زهرمویش روان صد جوی شیری. فلک دست قدرت بر او یافته، سر پنجهش را به هم تافته. برون کرده گیتی غرور از سرش، سر ناتوانی به زانو درش. پیرمرد دید که با قد خمیده، سر تا پا لباس سیاه پوشیده. عمامه زری به سر بسته و خرقه زر داره، به دوش و دستمال حریر مشکی بر یک چشم بسته و کنده پارادوزی در پیش دارد و درفش به دست گرفته و چند کفش پاره در سفره چرمی مرسه ریخته پارادوزی میکند. این ناله از دکان پیر پارادوز بلند شد. امیر ارسلان دید این پیر ساعت پارادوزی کرد و ناگهان عشق چون سیلاب از چشمش سرازیر شد. سر به سوی آسمان بلند کرد و چنان نالید که دود آهش چشمه خورشید را تیره و تار کرد. به زبان رومی فریاد برآورد: ای امیر ارسلان رومی، خدا خانه‌ات را خراب کند که خانه خلق را خراب کردی. اله از جوانی خود بهره نبری و به درد گرفتار شوی که درمان نیابی. و چنان گریست که خون از چشمش روان شد. امیر ارسلان در دل گفت: خدایا، خودم را به تو سپردم، این پیرمرد کیست؟ روبروی دکان پارادوز نشست و نگاه میکرد. دید پارادوز بعد از گریستن بسیار از جای برخاست و تازیانه سیم خامی که در کنار دستش بود برداشت و پارهی که پشت دکان آویخته بود کنار زد و پشت آن رفت. قریب یک ساعت طول کشید که پیرمرد با چنگ و چنگال خونین که خون از نوک تازیانه اش می چکید از پشت پرده بیرون آمد و خشمگین تازیانه را به طرف انداخت و پشت کنده پارادوزی نشست و به کار خود مشغول شد. باز بعد از یک ساعت سر بلند کرد و اندک به اطراف نگریست. چهره اش برافروخته شد، موهای سیبیلش راست ایستاد و چشمش به دوران افتاد. مثل آدم های دیوانه ناگهان چنان آهی کشید که جگر سنگ کباب می شد. سر به سوی آسمان بلند کرد و فریاد زد: ای فلک کج رفتار، سرنگون شوی. ای دون پرور سفله نژاد، تا کی تا چند اسیر غم و رنج و محنتم داری؟ فلک هر زمان دفتر وا کند، غم تازه آشکارا کند. دو کس را که بیند هم آواز هم، که از بی کسی گشته دمساز هم. چنان دورشان افغان از ستم، نبینند هرگز دیگر روی هم. همین از دورنگیت دارم فغان، بنازم با انصافت ای آسمان. این پیر پارادوز به قدر گریه میکرد که جگر امیر ارسلان سوخت. با خود گفت: این پیرمرد چه درد دارد که این قدر گریه و زاری میکند. پس از آن دید که پیر ما بعد از گریه زیاد نالید و گفت: ای ارسلان رومی، ای جوان بیر مروت، خدا خانه ات را خراب کند که خانه عالم را خراب کردی و نمیدانم کجایی. اگر به دستم بیفتی میدانم چی بر روزگارت بیارم. ای مادر به خطا،
در کدام بیابان سرگردانی و نمیدانی چه کارها از پنجت بروز کرده است. این را گفت، از جای برخاست، تازیانه را برداشت و پشت پرده رفت. بعد از ساعت با تازیانه خون آلود آمد، نشست و مشغول پاردوزی شد. امیر ارسلان از طرز گفتار و کردار پیر پاردوز حیران و مات نشسته بود و نگاه میکرد که ناگاه از دهنه بازار غلغله برخاست و جمعیت زیاد داخل بازار شدند. وقتی نزدیک شدند، امیر ارسلان پیرمرد محاسن سفید را دید که عمامه تمام زربسر و قلمدان مرسه در پیش کمر زده و معلوم است وزیر مملکت است. با 20 تن از امیران و سرکردگان پیاده می آیند و به دنبال آنان مرکب ابرش با لجام لعل و زین مرسه می آورند. امیر ارسلان به عینه همان مرکب با همان زین و لجام را دید که شب از قلعه سوار شد و گریخت. تعجب کرد، دید قریب 100 نفر فراش بیسابل و وسایل تجمل به همراه آن مرکب است. همه اهل شهر نیز به تماشا آمده اند. آمدند تا به در دکان پاردوز رسیدند. آن مرد وزیر با 20 نفر امیر صف کشیدند و ساکت ایستادند تا اینکه پیر پاردوز سر از کار بلند کرد و به طرف آنان نگریست و گفت: جماعت، دیگر چه خبر است؟ که همه در برابرش به خاک افتادند. وزیر پیش رفت و با کمال ادب عرض کرد: قربانت گردم، پادشاه عزم زیارت جمالت را دارد، ما را فرستاده است که اگر میل داشته باشید ساعتی به بارگاه تشریف بیاورید. به تشریف شریف خود زمانی مشرف کن خراب آباد ما را. پیر پاردوز گفت: اگرچه دماغی ندارم، لیکن چون پادشاه احضار کرده و تو را فرستاده است می آیم. از جای برخاست. وزیر پیش دوید و بازویش را گرفت. از دکان وزیر آمد و سوار مرکب شد. وزیر و امیران پیاده در رکابش افتادند و قدم بر دهنه بازار نهادند. امیر ارسلان گفت: یعنی چی؟ این پاردوز کیست که در این ولایت این قدر شأن و مرتبه دارد؟ پس چرا پاردوزی می کند که پسترین صنعت هاست پیشه خود کرده است؟ بروم ببینم کجا می رود. از جای برخاست، به میان جمعی که به تماشا آمده بودند رفتند تا به میدان رسیدند. در دهانه بارگاه پیرمرد دست بر یال مرکب گذاشت و پیاده شد. امیر ارسلان هر طوری بود به میدان یساولان رفت. عقب پرده بارگاه ایستاد و گردن کشید. در صدر بارگاه چشمش بر تخت 12 پایه مرسی افتاد. پادشاه دید تاج 7 کنگره بر سر نهاده و سر تا پا لباس سیاه پوشیده. محاسن مشکی تاناف تکه بر متکای زرنگار کرده و غمناک نشسته و 700 امیر صاحب تبل و علم در دست چپ و راست بارگاه جای بر جای نشسته، که در همان لحظه پیر پاردوز همراه وزیر وارد شد. پیر پاردوز تعظیم کرد، دید پادشاه سپند آسای از جای پرید و از تخت به زیر آمد و تا در بارگاه به پیشواز پیر رفت، بغل گشود و پیر را در بر کشید. صورتش را بوسید و دست او را گرفت و در بالای تخت برد و کنار دست خود نشاند و گفت: پدر، اگر من مشتاق جمال تو نشوم و عقب تو نفرستم، تو هرگز به فکر من نیستی. پیر گفت: پادشاه، در هر جا باشم به فکر تو هستم و به خدمت تو مشغولم. ناگهان بغض پادشاه ترکید، های های گریست و گفت: پدر،
آیا در این مدت کار صورت داده ای؟ من که هلاک شدم، آخر تا کی صبر کنم؟ پیر هم اشکش سرازیر شد و بعد از گریه زیاد گفت: پادشاه، چه کنم؟ چه کنم که آن کسی که حلال مشکلات ماست هنوز نیامده و نمیدانم بر سر او چه آمده است؟ شاید همین روزها بیاید همه کارها از سر پنجه عقده گشایی او درست می شود. در همین چند روز خواهد آمد. پادشاه گفت: پدر، می دانی من در عمرم یک فرزند دارم و بیش از این نمی توانم طاقت بیاورم. پیر گفت: من که سعی خود را می کنم تا خدا چه بخواهد. خلاصه پیرمرد قریب 2 ساعت در بارگاه نشست و پادشاه را دلداری داد. بعد بار خواست و بارگاه را ترک کرد، سوار مرکب شد و با همان تمطراق رفت تا برابر دکان پیاده شد. امیر ارسلان هم رفت و در برابر دکان پاردوزی نشست. همین که مردم پراگنده شدند، باز پیرمرد برخواست، تازیانه را برداشت و پشت پرده رفت. ساعتی که گذشت با چنگ و چنگال خون آلود برگشت و لحظات به امیر ارسلان ناسزا گفت و بعد به کار خود مشغول شد. القصه تا هنگام غروب کار پیرمرد همین بود. امیر ارسلان هرچی نشست که آخر کار پیرمرد را ببیند، به جز این کار چیزی دیگری ندید. حوصله اش سر رفت، از جای برخاست و با خود گفت: این پیرمرد خانه خراب امروز روز مرا حرام کرد. بی خود از صبح تا به حال نشستم و او را نگاه کردم، نه حمام رفتم و نه کسی را شناختم. امشب بروم در کنج کاروانسرای و سر ببرم تا ببینم فردا چی می شود. خواست برود که فریاد پیرمرد را شنید: ای جوان، کجا می روی؟ تون بر خاک شهیدان مدوان مرکب را، با خبر باش که خون از سر زین می گذارد. بیا با تو حرف دارم، کجا می روی؟ امیر ارسلان هرچی نظر کرد غیر از خودش کسی را ندید. گفت: نامرد، این پیرمرد مرا صدا کند، تند بروم. باز پیرمرد پاردوز صدا برآورد که: جوان، تو را میگویم، کجا میروی؟ تو را با جلال خدا بیا از تو سوال کنم، بعد هر جا میخواهی برم. امیر ارسلان هرچه تغافل کرد پیر قسم داد. عاقبت امیر ارسلان ناچار شد، گفت: پدر، با من کار دارید؟ پیرمرد گفت: بله. امیر ارسلان جلوی دکان رفت و ایستاد. پیرمرد گفت: جوان، از حالت تو معلوم است که در شهر غریب هستی. بگو ببینم کیستی و چه نام داری و کی وارد این شهر شدی؟ امیر ارسلان گفت: غریبم و فیروز نام دارم و امروز وارد این شهر شدم. پیرمرد گفت: آیا در این شهر مکان منزل داری و کسی را می شناسی؟ امیر ارسلان گفت: خیر، جایی ندارم و کسی را هم نمی شناسم. پیرمرد گفت: پس کجا می رفتی؟ گفت: جای غریبان کاروانسرا است. با کاروانسرای می رفتم که در آن منزل کنم. پیرمرد گفت: حالا که غریب و جا و مکان نداری، دکان من از کاروانسرا بهتر است. امشب بیا مهمان من باش، تو را بر چشم خود جای می دهم. امیر ارسلان گفت: بسیار خوب. از دکان بالا رفت و در کنج نشست. پیرمرد داروغه را صدا کرد. داروغه آمد و در برابر پیرمرد تعظیم کرد. پیرمرد گفت: خانه داروغه، امشب مهمان عزیز دارم، شراب و طعام و چراغ بیاور که امشب
به مهمان من بد نگذرد. داروغه عرض کرد به چشم و رفت. بعد از ساعت عیار شاگرد مجموعه در دست آورد. می و مزه و شمدان و اسباب معکولات از هر قبیل بود. بر زمین گذاشت، چراغ را روشن کرد و رفت. پیرمرد برخاست و تخته دکان را کشید و محکم بست. وسایل پاردوزی را کنار گذاشت و رو به امیر ارسلان کرد که جوان، بسم الله مقدار شراب بنوش و سر دماغ بیا تا با هم سخن بگوییم. امیر ارسلان گفت تنها نوشیدن در خدمت پیر چوتون خلاف ادب است. پیر گفت تو مهمانی و مهمان حبیب خداست. امیر ارسلان بعد از 6 ماه که اسم شراب نشنیده بود، دست پیش برد، مینای شراب را از میان سینی قهوه برداشت و پنبه از سر آن بگرفت و جام پر شراب کرد و به پیر تعارف کرد. پیر گفت جوان، نوش جان کن، من دیگر پیرم و باید عبادت کنم. چند سال است که شراب ننوشیدم، خودت بنوشم. امیر ارسلان لب بر لب جام نهاد و لا جرعه سر کشید. چند جامی که شراب نوشید سر دماغ آمد. پیر گفت جوان، یک سوال از تو می کنم، تو را به جلال خدا راست بگو. امیر ارسلان گفت هرچی بفرمایید بدون خلاف می گویم. پیر گفت جوان، تو را به هر دینی که داری راست بگو، کیستی، کجایی هستی و چطور به این شهر آمده ای؟ آه از نهاد امیر ارسلان برآمد. با خود گفت غریب پیرمرد حرامزاده است، اسم و رسم مرا می خواهد چه کند؟ گفت پدر، حال که قسم دادی من هم راستش را به تو می گویم. بدان که من اهل مصرم و از تجارم. پیرمرد گفت آفرین، این یکی را راست گفتی. امیر ارسلان گفت مدت 18 سال در مصر پرورش یافتم و از راه و رسم تجارت سررشته یافتم. شوق سفر هندوستان به سرم افتاد. هرچی مال و اساسه داشتم در کشتی نهادم. دریا طوفانی شد و تمام مال و اموالم غرق شد. خودم را با تخته پاره انداختم و چند شبانه روز شنا کردم تا به خشکی رسیدم. بیرون آمدم و مدت 6 ماه تمام است که در بیابان و صحرا قدم می زنم. در این مدت چشم آدمی زاد و آبادی ندیدم و خوراک من ریشه کون و خار بوده است. تا امروز صبح به این شهر رسیدم. پیر پاردوز خندید و گفت آفرین مردو، همه را راست گفتی، الحق جوان صادقی به نظر می آیی. بچه بازی می دهی یا مرا رشخند می کنی؟ امیر ارسلان گفت هیچ یک از اینها دروغ نیست، بلکه هرچی گفتم همه راست است. پیرمرد گفت جوان، هیچ فرنگ دیده ای و می شود یک چند در فرنگ الیاس نام داشته باشی؟ ارسلان تعجب کرد و گفت خیر، فرنگ را ندیدم و اسم الیاس را نشنیدم. فیروز اسم است که پدر و مادرم در مصر بر من گذاردند. خب دوستان عزیز، داستان را همینجا به پایان می رسانم. امیدوارم از شنیدن داستان لذت برده باشید و اگر تا اکنون چینل ما را سابسکرایب نکرده اید، پس لطفاً چینل ما را سابسکرایب، ویدیوهای ما را لایک و با دوستان خود شریک سازید. اگر هم نظر دارید لطفاً نظریات خود را در کامنت با ما شریک سازید. اگر هم تا اکنون قسمت های قبلی داستان را نشنیده اید و نمیدانید داستان از کجا شروع شد و چه شد تا اینجا رسید،
و چینل ما مراجعه و قسمت های قبلی داستان را همچنان شنونده باشید. تا بعد، بدرود.